راستی خدا خیلی دوست داره که با این معامله رو کرد. قلب پنج دولت برم و هیچ کدومشو خیلی ندونم. به کدیمیان دست منو تو رو بگیرم، هر کدوم میرن رو دست برم بادشم. نگو باشی اولاد بعدشم بود. مسکین بی کفن خواهی سر زمینی؟ اومدم
نثار روح مشهدی ابوالقاسم و همسر محترمشان جمیعاً صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تموم شد دیگه. خب احمد آقا مستقیم باسکول دیگه. آره داداش، تو یه ساعت دیگه برو پیش بابا حساب کتاباتو بکنی پولشو بگیر. خیالت راحت، برو به سلامت. راستی عجب محصولی بود، هزار ماشاءالله. این پنجمین باریه که دارم میبرم. خدا رحمت کنه مشتاق القاسمو، رفت ولی زمینش هنوز برکت داره. آقا خیلی ممنون، خدا حافظ. امید خدا به سلامت. راستی خواهرت خوب بود؟ آره خوب بود. اعتباد تردی آبسیق من خوب قط بخور جاله نده میخورم ادا قط بردر. خدا خیرش بده. دست در نخونم میره. دست در نخونم. خلاصه که قبل این نمیدونم چه برکتی تو این زمینه که دو برابر اون چیزی که فکر میکردم محصول داد. چی بگم امیدی؟ خود منم به محصول این زمین حسودیم میشد، ولی هنوز که هنوزه نفهمیدم که سر برکتش از کجاست. چون فکر میکردم داداشم شبانه روزی روی زمین کار میکنه، به خاطر این هم هست که محصول زیاد میده. ای داد بیداد بیداد. این آخریام خیلی بهش قور میزدم، بهش میگفتم نمیخوای بری سر مزرعه، یه نفر جا خودت بگیر، خودت کار نکن. والله موقع کار کردن این بابا نیستی، باید استراحت کنه. آخه یه جون جلوی کار کردن رو داره. این دوا رو بهش دادی؟ ندادی. اگه داده بودی که اینجوری نمیشد. خدا رو شو چشماشم باز کرد. ببین زنداد چی بهت میگم. یه چند روزی نذار بیا سر مزرعه. یه باید استراحت کنه. میفهمی؟ استراحت بود. دل خوش داری شما هم. مگه حرف گوش میده؟ بهتری داداش؟ خوب. خب خدا رو شو. داداش. من به زنداداش گفتم یه چند روزی سر زمین نیا. اصلا این زمین سال دیگه اجاره بده و خودت راحت کن. چرا اینجوری میکنی با خودت؟ ها؟ به خدا اینجوری بهتره. حتما این کارو بکن. خدا رحمتش میکنه. خدا رحمتش میکنه. از برکت این زمین فکر کنم به دهیامو کم کم بدم و اوضاع مالیم هم سر سامون بگیره انشالله. انشالله که هرچی از خدا میخوایم بهتون بده به حق امام رضا. زنده باشه آمدی. خیلی ممنون. با اجازه قبل می نشستی یه چایی می خوردی؟ زحمت کم کنم کمله. خدا نگه داره. خدا سلام برسون. سلامت باش. سلام برسون. سلامت باش. راستش کمله یه چیزی بهت می خواستم بگم روم نشون. خب بگو. میشه امسالم باز زمینه به من اجاره بدی؟ چی بهتر از شما و بچه‌ها آقا مهدی. فقط بذار با عباس یه مشورتی بکنم ببینم چی میگه. انشالله درست میشه. امید به خدا. انشاءالله. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. تو رو خدا نگهدار. راه بلدم. خدا میره. سلام برسون بابا. سلام.
عجب. این بنده خودم گرفتار شده. اگه میشد یه چند سال دیگه رو زمین کار میکرد اوضاع مالیش بهتر میشد بابا. خب چه اشکالی داره؟ بذارین کار کنه. مرد زحمتکشیه. آره بابا. خودم هم دوست دارم که حالا روی زمین کار کنه. نه بابا جون. بدید دست داداشم. پولش تو جیب داداشم بره بهتره یا تو جیب غریبه ها؟ آخه عباس که دل به کار نمیده عزیز من. او خیلی خیلی زرنگه. از همون گلخونش یه نیمچه محصولی به دست بیاره که رو دستش باد نکنه. والا هنر کرده. باید فردا برم پیش عاشق کسب تکلیف کنم. سلام آقا صادق عزیز. حال خوبه؟ چطوری؟ خیلی ممنون استاده. خوبی پسرم؟ خیلی ممنون. میگم دوست داری بریم مشهد گلاب بپاشی به حرم آقا؟ من مشهد گلاب میدادم. آره دیگه، تو الان گلاب پاش هیئت آقا امام حسینی. تو جلسه هیئت امنا قرارشو مکاتبه کنیم به آستان قدس. اگه قبول کنن تو عنوان گلاب پاش مشرف بشی برای زیارت. آقا دست داد آقا من میشه؟ حالا انشالله دعا کن که قبول کنی. من هم خونه خدا میتونم آباده بجه من میام انشالله هرچی خدا بخور. خدا حافظه. خدا حافظه. عزیز جان میدونم شما اذیت شدی ولی چند روز دیگه به من مهلت بدی حل دست و بالم باز میشه. قربون محبتت. جبران میکنم. شبت بخیر. کی بود؟ ایش که رفیقم بود. چه قیمه ای شده. چه بویی هم داره. دستت درد نکنه. نمیخواد. خودم میکشم. طلبکارم بود. قول هفته پیشو بهش داده بودم. پول نیمد دستم. خب این که عیبی نداره. چرا یواشکی میری تو حیات حرف میزنی؟ خب نمیخواستم تو که زنمی بفهمی من بدهکارم. مگه زوره؟ حالا محصول زمینو برداشت میکنی پولشونو میدی دیگه. چند روز بیشتر صبر کنه. محصول مزرعه. همشو برداشت کردیم گذاشتیم یه گوشه. مشتری کو؟ بیا نگاه بکن زمین باغ. عباس من فردا بعد از ظهر ختم انعام گرفتم. نذر کردم واسه فروش محصول زمین تو. چی بگم والا؟ اون نذر و نیاز آخه. این چه حرفیه میزنی؟ خدا قهرش میگیره. راستی امروز آقا مهدی اومده بود خونه آقات میگفت محصول زمین عمود خیلی خوب شده. مگه محصولشو برداشت کرده؟ چه خوب. پس دیگه راحت میرم زمینو میفروشم از شر این بده یا راحت میشی؟ میفروشی؟ زمین عمودو؟ همچین میگی میخوای زمین عمودو بفروشی؟ انگار میخوام برم مال دزدی بفروشم. خیلی وقته از آقام قول اختیار این زمینو گرفتم. رو پول این زمین حساب کردن. آقا مهدی اینا چی؟ گناه دارن. تازه آقات هم که میگفت قرار از عاشق محمد کسب تکلیف کنه. چیکار کنه؟ کسب تکلیف بکنه؟ اون زمین حق منه. سهم و اجاراش هم حق منه. برای زمین نه. برای
سهم و اجاره ای که آقا مهدی آورده بود. ولی چرا برزخ میشی؟ واسه چی برای فروش زمین برادر خدا بیامرزش که هیچ ورثه ای لهو نداره باید بره پیش عاشق محمد؟ اصلا واسه چی رفته پیش اون؟ برو اشو کتومارو برده بیا. شام حاضر بی بخور. آقا جون شما نمیدونی من بدهکارم، نمیدونی من بدبختی دارم، نمیدونی طلبکارم روزی 100 دفعه. خیلی خب بابا جون چه خبرته؟ اینجوری اومدی تو داری منو سوال جواب میکنی؟ داداش بیا غذا بخور. نمیخورم آبجی. پدر جون شما که اینو میدونی برای چی پول اجاره اون زمین که حق منه برای کسب تکلیف خواهی ببریش پیش عاشق؟ آقا جان عباس تو اونجایی که من میدونم داداشم بخشی از این پول مسئولش ور میداشته میبرده پیش عاشق با مشورت اون توی کار خیری امر خیری هزینه میکرده. الان خودش که نیست اما خداش که هست. من نمیخوام مدیون باشم بابا جان. الانم بهتر اینه که برم پیش عاشق باش مشورت بکنم. همین بابا. بمونید با هر کی میخواهید مشورت بکنید. اگه قرار با کسی مشورت بکنید باید با من مشورت میکردید. آقا جون اونی که بیچارگی داره منم، اونی که بدهکاری داره منم، اونی که بدبختی داره منم، اونی که اول زندگیشه منم، نه عاشق. آقا جون ببخشید ولی منم فکر میکنم این پول حق عباسه. قبلی بخش عمده ارثی مرحوم برادر خدا بیامرزت به خودت میرسه به عنوان وارث. بچه هات هیچ تصرفی نمیتونن روی اون داشته باشن. آره آره شیخ میدونم منتها این عباس گرفتاره اول زندگیشه حقم داره. پسرهای دیگه هم تو شهر زندگی خودشونو میکنن اصلا کاری به کار زمین و اینجور چیزا اصلا ندارن. شیخ منتها من نگرانم از این که اگه بخوام این پولو بدم به عباس نمیدونم آیا داداشم راضیه راضی نیست. نمیدونم داداشم در زمان حیاتش با این پول چیکار میکرده. فقط همینه میدونم که این زمین باعث خیر بوده برای خیلی ها. به هر جهت من سهم اجاره داداشم آماده کردم بدم خدمت شما هر جور که خودتون صلاح میدونید خرجش بکنید. ولی گفتی عباستون گرفتاره؟ بله گفتم گرفتاره. اما اونقدر رو بهش دادم که بتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون. زمینشو داره، خونهشو داره، گلخونهش هم داره. دیگه چی میخواد؟ بقیش هم باید خودش زحمت بکشه. درسته؟ در هر صورت اگه میدونی عباس گرفتاره به اونم بدیم فرقی نمیکنه ها؟ نه عاشق نه. تا زمانی که من زنده ام این پول باید درست مثل زمان برادرم خرج بشه. خدا خیرت بده. فقط نگران این مزینه که عباس برای فروش زمین دندون تیز بکنه. همین. مگه میخواد بفروش زمینو؟ فالا یه چیزایی میگفت. مگه از حرفای این بچه سر در نمیارم.
ببینم گلخونه عباس بغل زمین کبلای آقا محمد خدا بیامرزه؟ بله بله بفرمید. سلام آقا موسی. سلام عباس. سلام، چطوری ساده؟ خوبی؟ طلباتی؟ هسته نباشی. آبجی خوبه؟ آبجیت هم خوبه. کاروبار تو خوبه؟ طلباتی هوا، عباس جونم آبجی آتقا ممن خوب میبودتم محسن خلا میبودتم به سلامتی ایشان مشهدی هم میشیدی اما تا دعا کنم دعا میکنم منم دعا میکنم باشه رفتیم آرام دعا کنم خداحافظ خداحافظ آرام خوشید آرام خوشید آشیخ سلام علیکم خوش اومدی الله از این طرف ها بشین بشین من اومدم بشین خوبی عباس آقای گل الحمدلله از اینجایی که ما کمتر میبینیم دلمون برای تنگ میشه گفتیم خودمون بیایم سراغت محبت کردی بشین من دیگه چای بریزم نه دست در نکنه چای نمیخورم ولش کن مسئولت هم که مونده آره آشیخ محصولم هنوز مونده اینا که یه بخشیش اصل کاری پشت باغه ذکر خیرت بود به آقاد گفتم بیام احوالتو بپرسم اوضاع احوالت چطوره؟ محبت کردی آشیخ وظیفه ما بوده برسیم خدمتت شکر خدا به صادقم که قول داده بودید بفرستیدش مشهد ها امروز داشت میگفت مثل که با شهادت امام رضا قرار رو اونجا باشه حواسم هست گلا پاشی تو حرم آقا امام رضا که نصیب اون خدا بیامرز نشد. آمدم آمدم شاه اصلا خیلی دلم میخواست یه بارم شده تو حرم همه امام رضا خودمون گلا بپاشم اما دیر رفتم گفتن 45 سال به بالا هر نمیتونیم بپاشم مشتی پاشو شام تو از زهر نیفتاده ایشالله که امسال نصیب این جوون میشه ایشالله آشق ایشالله راستش اومدم راجع به زمین عمود باهات صحبت کنم خدا رحمت کنه عمو و زنمو رو روحشون شاد بنده های خدا بچه هم که نداشتن اون زمینم رسیده به ما یعنی حق ماست بله پول اون زمین هم خیلی دردهی منو دوام میکنه آشق بله یعنی میخواییم بفروشینش آره دیگه مهدی هم مسئولشو برداشت کرده خیالم راحت هر جو صلاح میدونی زمین عمود زمین پربرکتی بود میدونی چقدر کار خیر با فروش محصول اون زمین انجام داد خدا بیامرزتش خدا رحمتشون کنه روی جمعی اموات شاد ولی یا شیخ خیر الان تو اینه که من پول اون زمینه بزنم به زخم زندگیم بدهکاریامو باش بدم این گلخونه رو سر و سامون بدم یه ماشین بخرم بندازم زیر پا هر جو صلاح میدونی تا اونجایی که من میدونم این زمین سبب خیرات خیلی زیادی شد انشالله که این خیرات قطع نشه انشالله که قطع نمیشه خب با اجازه عباس آقا مرخص میشه خودی یا لاشه زنده باشه خدا حافظ قربان شما خوشحالم کردی سلام چطوری باشه سلام خوبی؟ این طرف ها عزیز چطوری پسرم خوبی سلامتی داداشت حالش خوبه؟ خدا را شوهای خوبی، داداشم خوبه الحمدلله داداش هنوز تو اون مرکز توانبخشیه آره شیخ، همونجا الحمدلله مشغوله محسن میتونی یه کاری کنی عباس بره تو اون مرکز توانبخشی چیزی شده؟ نه میخوام خودش از نزدیک بره اونجا رو ببینه بهانه‌شم به عهده خودت که رفیقشی چش به روی چشم خیره مطمئن باشی تو اولین فرصت انجامش میدم قول دادی ها حتما خدا حافظ خدا حافظ
غير الله قريبا وهو رب كل شيء فلا تكسب كل نفس إلا عليها فلا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجه ممنون خدا نظرتون رو قبول کنم خیلی خوش اومدیم خدا پس خیلی خوش اومدیم خدا پس ممنون دستون درم خدا پس خیلی خوش اومدیم خدا پس خدا پس خدا پس عزیزم، ورفادم شستم برای چرا زحمت کشیدی خودم میشستم خواهش میکنم، ایشالله که خدا هرچی میخوای بهت بده قربونی خدا ایشالله تو هم هرچی از خدا میخوای بهت بده خدا فرز آره داداش تو با خودم طرفی به کسی چی کار داری؟ شیرینت هم پیش خودم محفوظه خیالت راحت باشه فقط حواستو جمع کن مشتری بری سر زمین کسی نبینتتون همین دمت گرم شبت بخیر واسه چی اینجوری نگاه میکنی؟ خب باید بفروشیمش دیگه عباس تو داری لجبازی میکنی؟ من امروز ختم انعام گرفتم واسه حل شدن مشکل تو اجرشو با این کارت نبر بدهکارم میفهمی؟ خیلی ها بدهکارن این ارث هنوز مال تو نیست اختیار این زمین تا وقتی بابات زنده است با اونه تو چرا متوجه نیستی؟ اونی که بدهکاره منم نه بابا بابات میخواد درآمد این زمینو اونجوری که عمود خدا بیامرز میخواست هزینه کنه تو هی بهش فشار میاری که بدهکاری اون خدا بیامرزم حتما یه نیت خیلی داشته که زمین رو داده دست آقا مهدی و بچه هاش خب منم نیتم خیره میخوام بفروشم بدهیام رو باش بدم نمیتونم از دیوار مردم برم بالا که چه جورو بده اداس ما 1500 اداس ما ندارم اداس ما خب بده من بده من خدا بری که یای خدا ای بابا هیچ جور نتونستی راضیش کنی؟ خب وضعیت آقا مهدی و بچه هاشو براش توضیح بده میدونی چند بار بهش گفتم این زمین همیشه نون چند تا خانواده رو داده اصلا گوشش بدهکار نیست کلا مردا همین جورین بدهکار که میشن به هیچ ثراتی مستقیم نیستن تا بدهیشون رو صاف کنن اصلا دلم نمیخواد پول این زمین که همیشه صرف کار خیر میشده بیاد تو زندگی من ما که تو زندگیمون چیزی کم نداریم همین یه بدهی عباسه که اونم 2 سال رو زمین کار کنه میتونه پسش بده حالا مگه چقدر هست بدهیش؟ ببینم چرا نمیری از صدیقه خانم وام بگیری؟ صدیقه خانم دختر مشنصرت رو میگی؟ آره دیگه مگه نمیدونی؟ با چند تا از خانمای محل هر ماه مقدار پول جمع میکنن به کسایی که بدهکاران قرض میدن من خودم هم 2 ماه پیش رفتم این مقدار ازش قرض کردم آخه حقوق محمد جواد رو 4 ماه پشت سر هم ندادن بعد که حقوقش رو ریختن رفتم یه جا تسویه کردم خدا خیرشون بده این که خیلی خوبه خب میخوای هر موقع میتونی یه سر بریم اونجا ببینیم چی میشه
شاید قسمت منم شد. آره ایشالله جور میشه، نگران نباش. فکر کنم صادقه اومده غذای بابام ببره. سب کن الان برمیگرد. باشه برو، اینم دیگه آخراشو خودم تمومش میکنم. آتو نمیان دادا افتی خوبی؟ سلام داداش، چطوری؟ بابا حالش خوبه؟ مامان خوبه، بابا خوبه، نام میره، اوت میکنه، چای میکنه. داراشو که به موقع میدی؟ آره بابا، اواقل باشه، تو نمیای؟ نه من دود میبنه، نمیشه. به بابا سلام برسون، بگو خودم میام به ای سر میزنم. بابا به تو، به تو میرم، تو برو. خدافظ. محمد قنبری شما پشت همین ساختمون که بریز ساختمون اداری رد کن، محمد رو میبینیم اونجا. آقا ممنونم. چطوری؟ قربان. خوبی؟ این طرف ها؟ والا داداشت یه امانتی داشت، خودش وقت نکرد بیاره برات. سپورت که من برسونم به دست. دستت درد نکنه. خوشموقع اومدی عباس جون. یه زحمت بکش گوشه اینو بگیر. بریم تا خوشویی تحویلشون بدیم، یه نفر خیلی سنگینه. چشم. دستت درد نکنه. بفرم. همین جاست؟ آره. خستم شدی عباس جون، ببخشید. نه بابا این حرفا چیه؟ خدا خیرتون بده. خوب شد اومدی. یه کمکی بده اینا رو خالی کنی. دست درد نکنه. محمد آقا باج زد، من دیگه برم. قربون هم یه لحظه داری میری سر راتینا رو بده به ایستگاه پرستاری. خدا خیرت بده. من به بالا سر ماشین لباسشویی باشم. باش آقا، ممنون. خسته نباشی. خداحافظ. اونجا هست، اونجا هست، حالا تشریف دارم که من بهت نشون بدم چی جوریه.
یکم فقط من دارم میبینم، دارم میبینم. باش خلاصه ببین اینجا هم محصولات خیلی خوب میده. خاکش خاکش رو خاکش مثلا ببین شما هر کی خاک شناس باشه اینو ببینه میفهمه خیلی خوبه. خیابون بهش نزدیکه، اینجا هر 6 ساعت یه بار آب میاد بهش میدن، خیلی خوبه. دیدم ممنون. حالا تشریف می آوردی داخل؟ دیدم دیدم این منطقه رو دیدم. ممنون. حالا بعد ما هم صحبت کنیم. باش. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. ممنون. اینا رو همکارتون از خوشویی دادن، گفتن برسونم به دست شما. پس بقیه‌اش چی؟ همینا رو دادن؟ بقیه دیگه نداشت، همینا. خسته نباشید. آره دیگه همینا رو فقط. سلام آقای دکتر. کی بودن شما؟ گفتن که این لباس ها رو از خوشی آوردن. با این لباس؟ کارمند نیستن، احتمالاً از بیرون اومدن. مگه چیزی شد آقای دکتر؟ نه، قیافش خیلی آشناس. امروز چند تا بیمار داشتیم؟ بفهم. یعنی کاری دارم. کجا بیام؟ یعنی کاری دارم. چی کار داری با من؟ یعنی کاری دارم. چقدر خوب شد که رفتیم. خیلی زن خوبیه، خدا خیرش بده. آره گفتم که ایشالله کارت درست میشه. نوبت این ماه با من میرسه به تو ایشالله. ولی میخوای فعلا به شاید چیزی نگیم تا صدیقه خانم خبر بده. آره فکر کنم اینجوری بهتره. آره خیلی بهتر میشه. کجا داری میبری من؟ یه داره کار دارم. یه داره کار دارم. یه داره کار اینم وضعیت خاک اینجاست، میبینی که جون نداره، خاکی بی جونم محصول نمیده که ناش جعبه جعبه چیدم گذاشتم سر هم دیگه، کسی ازم نمیخره، رو دستم باد کرده، گیر کردم، خلاصه گیر کردم. تو چیکار کردی برام؟ منم دیروز یه نفر رو بردم سر زمین، دید به نظرم خوشش اومد، گفت حالا فکرامو میکنم نتیجه قطعیو بهت میگه. خب خیلی خوبه که دیگه ریشو قیچی دست خودت، هر گلی زدی به سر خودت زدی رفیق. بابا من بهم قول داده که وکالت تامل اختیار زمینو بده به خودم. دیگه با خودم طرفی، خیالت راحت. یکی دو روز دیگه هم یه نفر دیگر میبرم سر زمین ببینم چی میشه. مثل خدا خدا کن این مزرعه فروش بره. بدهیاتو میدی. یه ماشین صفر تر و تمیز میندازیم زیر پات.
میکنیم میریم شهر، یه کار کاسبین اون آبدار رو میندازیم. خودم هم تو همین فکرم. تو فقط دست به جنبون. از شهر اینجا هم راحت میشی دیگه. یه ماشین صفر بگیریم توی زمستونی زیر پامون خالی نباشه، پیاده نریم این طرف و اون طرف، یه دستی هم به سر صورت این خونه میکشیم، بدهکاری و قرض قوله ها رو هم میدیم. نه ببین گوشه دست من زشته دیگه. عباس بی خودی فکر فروش این زمین رو نکن، این زمین همیشه مایه برکت بوده. شاید خواست خدا اینه که این زمین هم مثل گلاب پاش عمود خدا بیامرز دست به دست بچرخه و خیرش به همه برسه. خیر اینه که اول زندگی منو تو سر سامون بگیره، بقیه پیشکش. عباس به خدا انصاف نیست به خاطر بدهی ما نون از سر سفره مردم برداشته شه. بابا من رخت چرکارو شستم. دستت درد نکنه بابا. صادق لباساشو این برانور نریخته؟ نه همونایی بود که توی تشت بود. باشه پس من یه چایی دم میکنم با هم بخوریم و برم. خدا خیرت بده، دستت درد نکنه. مشتریه که فردا قراره ببرم سر زمین، هم قصدش خریده هم وضعش توپه توپه. ببین غلط نکنم شانس سر خونمونو زل عباس آقا. دست دست نکن، دیدی خوشش اومده سریعا فرداش برو قرار بونگا رو بذار. نه اونش مشکل نیست، وکالت نامه که بابات میخواست بهت بده اونو حله دیگه. دم آخری دستمونو تو حنا نذار یا عباس. نه مشکلی نیست، باش حرف زدم حله. خب پس حله. آره نگرانش نباش. سلام داداش. سلام چاکرم. هستی تمنا نکنم امانه تو رسوندی. قربونه آقا جون وظیفه همون بود. عباس چی میدن میخوای زمین عمود تو بفروشی؟ آره داداش خود گیر و گورم با سلش کنم. راستی جونم عباس میدونستی عمود نصف بعد عمود زمینشو هدیه میکرد به همون مرکت همون بخشی؟
صادق عزیز خوبی؟ چطوری پسر؟ سلامتی؟ خوبی؟ بودتانتم بابا دیره خوبم؟ خوبم خدایت الحمد همه تا خودم نه بلش کن بلش کن بلش کن بذار خودم میچیدمشون بلش کن آبا مطلب خراب بازم داریم نامنگاری میکنیم انشالله شهادت آقا مشهد باشی باید به طلبه انشالله آقا به طلبه میری مشهد آتمان، آدمی چیه؟ من نفهمم آتمان، آدمی چیه؟ باید امام بطلبه، میری اینشالله من راحت خیالت راحت باشه اینشالله آقا بطلبه هر سال میری من امانم بیستو، من امانم چی؟ باشه، بیستو خدا حافظت بیاد خدا حافظ شما، خدا اینا رمیده این زمین هست اون هست اینم هست اینجا دیگه کلا اینجا عالیه یه هفته هم نیست ورسه میخواست اینجا رو بفروشه شما هم سومی یا چهارمی مشتری هست که من دارم میارم سر زمین خیابون بهش نزدیکه شرایطش هم خوبه هر نوبت هم شما 600 حق آب دارید دیگه چی از این بهتر میخواید خاکم طلاست باز مشتری آوردیم پسر کانتینر میان برمی دارن میبرن تغییر کاربری میشه داد اینجا رو یا نه الان کشاورزی هم که جواب نمیده آره بابا اصلا اینجا خوراکی تغییر کاربریه هر کی هم میاد میخواد تغییر کاربری بده محصولاتش هم دیگه راستش زیاد خوب نیست ولی زمین خوبیه بس قرار بنگاره بذار حله؟ حله حله نقدی معامله میکنم نوکرت هم هستم بفهم هوا سرده بی تو سرما میخوری چی شده؟ دوباره تو من میام تو هم اینه بابامی همه چی رو میریزین تو خودتون من از کجا باید بفهمم چته؟ عباس من زنتم به منم نباید بگی اینجوری که نمیفهمم خودت بهم بگو بابا
وقتایی هست نمیدونی درست چیه غلط چیه، باید بری، نباید بری. جاده صاف و مستقیم رفتن کاری نداره، آسونه. درد آدم اینجاست که میرسه سر یه دوراهی نمیدونه روی درست کدوم. سلام. سلام. صبح شما بخیر. صبح شما بود با بخش‌های متنوع خاص روزهای یک شنبه که در زمان خودش یک به یک تقدیم حضورتون خواهد شد. اما ما عرض حسینی ها قبل از اینکه شما تشریف بیارید داشتیم راجع به مناسبت‌های خوب امروز صحبت می‌کردیم. امروز جایی می‌خوای بری؟ جایی؟ نه، چطور؟ مراسم های مختلفی برگزار میشه. من میخوام با اجازه شما گرامی بدارم یاد خاطره اون آتش نشان. میخوام ببرمت سر همون دورایی که گفتم. میای؟ نمیدونم. هر جور تو بخوای. صنعت ایثارگرانه آتش نشانی رو یک بار دیگه به مردم باز معرفی کرد. یعنی کسی چیزی شده؟ یه بوی حس میکنم. تو چیزی احساس نمیکنی؟ نه. واسه چی اومدیم اینجا؟ خودم هم نمیدونم. سلام عباس آقا. سلام محمد آقا. سلام. خوبید خانم؟ خوبید؟ این طرفا؟ والا همین جوری اومدیم سر بزنیم اگرم بشه بازدید کنیم. آره بابا چرا که نه، بیاین بریم داخل، دکترم اتفاقا امروز هستش، یه هماهنگی باید بکنم بریم واسه بازدید. بفرمایید. دست شما درد. بفرمایید. خوبی؟ قربونت برم. خوبی؟ چه می‌کنی با زحمت‌های ما خواهش؟ بفرمایید. شما الان میشه تک تک بگو. خوبه. همونو مصرف بکنه. بفرمایید. بله. خواهش می‌کنم. حضوری نشید. بله، من خودم. عباس شما بفرمایید. سلام. سلام. خوبه. بفرمایید. خوبه. 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 خو
من شما رو جایی دیدم. عرض شد که چند روز پیش اومده بودم همینجا دنبال محمد آقا. درسته. عباس آقا برادرزاده مشعب آقا قاسم خدا بیامرزن. مشعب آقا قاسم. خدا رحمتش کنه. مشعب آقا قاسم مرد خیلی خوبی بود. اگه میبینی که ما الان از 200 نفر داریم اینجا نگهداری میکنیم همش به برکت خیرینی مثل عموی شماست. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. نصف درآمد فروش محصول زمین عمون اهدا میشه به این مؤسسه. درسته. از زمان تاسیس اینجا مشت خدا بیامرز هر سال به ما کمک میکردن. حتی هر سال همین موقعا تشریف میوردن و میگفتن میخوام خمس سلامتیمو بدن. بله. ما اگه بخوایم الان بازدید بکنیم از داخل مجموعه میتونیم؟ چرا که نه، حتما در خدمتتون هستم. حس می کنم پیش من اینجایی، خوبم کنارت هر کجا باشم، دور از خودم گم می شدم گاهی، من با تو تونستم که پیداشم، من از تو دارم دل خوشی هامو، یک عمر از عشق تو لبریزم، یک عمر با یادت تو این دنیا، من با فراموشی گلاویزم، قسمت برای من همین بوده تنها شدن، حس جنونم داد تنها تو این بیراهه تاریک، کی جز تو خورشید و نشونم داد. دیشب که حرفاتو شنیدم با خودم گفتم عباس واسه چی باید سر دوراهی بمونه؟ عباس که تصمیمش برای فروش زمین قطعی بود. حالا میفهمم. بعضی وقتا سر دورایی موندن نعمت. خیلی هستن که هیچ رایی ندارن. راست میگی. بیچاره اونایی که هیچ راهی ندارن. چرا جواب نمیدی؟ مهم نیست. من از این بعد فقط دیگه یه راه دارم. منش بریم. آقا این عباس آقا ما اصلا اهل بدقولی نبود و نمیدونم چرا الان گوشیش خاموش شده.
حاجی یادش بده کارو. آقا شما ناراحت نباشین، چای دونو بخور. یعنی چی؟ شما یه زنگ بزن. این آقا فروشنده است. خب من دارم به زنگ میزنم. خاموش میاد فروشنده است خودش. آدم بدقول بدم میاد. میاد آقا شما 5 دقیقه وایسا میاد. آقا من زمین نمیخوام. به کی بگم؟ آقا من همسن پدرتم. من سر کار گذاشتین؟ آقا برو بابا. آقا جو مسخره کردی ما رو. نه نمیخوام اصلا زمین آدم آقا نه خیر یه زمین دیدم برام. نه 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 فروشنده است خودش به من زد. بردان کرج تو شهر کوسار برام پیدا کردن. من تخفیف میگیرم ازش. نمیخوام آقا جون. آقا من تخفیف میگیرم دیگه. چی میخوای دیگه؟ میاد یه چند دقیقه فقط وایس. سلام علیکم آشیخ. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. حال شما چطور؟ احوال شما چطور؟ قربان شما. خیلی ممنون. بچه ها خوبه؟ قربان شما. سلام. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد و اياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من مطمئن بودم عباس نه به پول اون محصول دست میزنه نه حاضر میشه زمین عموشو بفروشه. جوان دلپاکی. بفهم یا الله. اون زمینم باقیات و صالحات برادر خدا بیامرزتونه. آره خدا رو شکر. بفرمایید با یکی از این کسبه بازار صحبت کردم. کارش خرید محصولات کشاورزی. قرار شد دو سه روز آینده بیاد پیش عباس. هم محصول امسالشو بخره هم محصول سال آیندهشو پیش خرید کنه. خدا خیرتون بده آشیخ. اینجوری گرم از کارش باز میشه. دستتون درد نکنه. انشالله. عرض میشود خدمت سرکار، مکاتباتمونم با آستان قدس به حمدالله جواب داد. قبول کردن که صادق به عنوان خادم افتخاری بره اونجا و به سر روی زبار آقا گلاب بپاشه. همون چیزی که اون بنده خدا خیلی دلش میخواست انجام بده و عمرش کفاف نداد. خدا رحمتش کنه. شیخ گفتی داداشم، یادتون ازتون پرسیدم که درآمد محصول داداشم صرف چی میشه؟ شما ساکت شدید. بله یادم. خیلی چیزا
گفتنی نیست، حس کردنیه. عجب، خدا رو شکر، خدا رو سر ظلمت رو شکر. بابا جانی یه سکنه روش یه چند تا چایی باز بیارم. چشم. دست در نکنم. نگرانی بودم که اگه این زمین رو میفروختیم آقا مهدی بیکار میشد. راستش من یه وام کوچیک از صدیق خانم گرفتم که میتونیم باهاش یه بخشی از بدهی عباس رو بدیم، ولی میتونیم که عباس از من نمیگیره این پولو. میخواستم بدمش به شما بدین بهش. بابا جان من عباس رو بزرگ کردم، از تو نمیگیره. یعنی عباس مرد نیست که از زنش پول بگیره. شنیدم کارهای خادمی امام رضا واسه یه صادق هم درست شده. خدا رو شکر. بابا جان عباس که پول از تو نمیگیره، تو هم یه وام گرفتی. برو پیش مشنصرت، یه کاروان زیارتی تشکیل داده، میخوان برن برای شهادت امام رضا مشهد. صادق برو ثبت نام بکن. ایشالله خیلی بهتر. چهر روز بود این پسره ای مشتری میابرد و میبرد، امروز هم دم بونگا انگار معاملشو نشد. تو خیالت راحت باشه، تا چند سال دیگه این زمین دست خودت و بچه‌هات باید باشه. این همون زمانی که با برادرم خدا بیامرز معامله می‌کرد. سلام کبلایی. علیک السلام. عباس هم پشیمون شده و دیگه نمی‌خواد زمینش رو بفروشه. خدا از دهنت بشنوه کبلایی. سلام. خدا خیرت بده. خدا ان‌شاءالله به عباس هم خیر بده. سالم باشه. دست درد نکنه. باشه. برو بریم. پسر اینقدر به این ور نرو، امانته، مال مردمه، خراب میشه. بابا اینا تمیزتونم، بخواب برم مطن امامتان زیارت کنم، از پور میزنم. خدایا قسمت اون خدا بیامرز که نشد، صد هزار مرتبه شکر که این جوون من قسمتش. دستت درد نکنه. تو سردت نمیشه؟ اصل کاری دله که باز گرم باشه. چای داغم بهم میدی دیگه بهتر. هی میشینی اینجا به چی فکر میکنی؟ داشتم به این فکر میکردم هیچ کار خدا بی حکمت نیست. پولی که از اون زمین در میاد حق اون بچه هاست. من وای میستم رو همون زمین خودم کار میکنم. خدا تا الان لنگ اون نذاشته، بعدش هم خودش کریمه. میه یه نظریه کوچولو درست کنیم ببریم توان بخشی؟ چه نظریه؟ Thank you.
درد نکنه. خیلی ممنون. سبا جا اینا رو بگی. خانوما سلام. خسته نباشیم. سلام. اینا نظری ما آوردیم. یه کمک میکنین لطفا؟ بله نظری. اتفاقا بچه ها عاشق شعله زردن، خیلی لوس کردن. فقط میگین از کدوم طرف ببریم؟ بفرمایید عزیزم، من راهنماییتون من میرم تو بیارم. باشه باشه، من الان میام. هست اگه بازم بچه ها بگم بیارم؟ نه نه، من خودم میارم. بفرمایید شما. علی آقا خیلی زحمت کشیدی. روح بنیامین کوچولوت هم شاد باشی. ثواب کردی. ممنون. Bitty.